کمیته پارلمانی برای یک ایران آزاد و دموکراتیک در مجلس لوکزامبورگ با انتشار بیانیه اعلام کرد امروز سیاست رژیم ایران یک تهدید جدی برای صلح و امنیت منطقه و جهان است و متهم کردن اپوزیسیون این رژیم به تروریسم یک ضربه جدی به مبارزه علیه تروریسم و راه فراری برای تروریست های واقعی می باشد. در کنفرانس مطبوعاتی کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک و آزاد که در لوکزامبورگ برگزار شد، مارک آنجل نماینده پارلمان از حزب سوسیال دموکرات حاکم و جان هوس نماینده پارلمان از حزب سبزها و عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا بر ضرورت حمایت از خواستهای دموکراتیک مردم ایران و راه حل شورای ملی مقاومت تاکید کردند. در وحشت از گسترش تظاهرات کارگران کارخانه کیان تایر چهاردانگه اسلام شهر تهران، نیروهای گارد ویژه به همراه سایر ماموران امنیتی و انتظامی رژیم به این کارخانه یورش بردند و با تخریب دیوار آن وارد کارخانه شده و به سرکوبی کارگران پرداختند. مردم و خانواده‌های کارگران دستگیر شده کارخانه کیان تایر شب گذشته با ماموران گارد ویژه درگیر شدند، به مراکز دولتی تهاجم کردند و یک خودروی ماموران سرکوبگر را تخریب نمودند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه‌ای درباره اعتصاب گسترده در سه مرکز کارگری در خوزستان، کلیه سازمان‌ها و مجامع مدافع حقوق کارگران به ویژه سازمان بین المللی کار را به محکوم کردن سیاست‌های ضد کارگری رژیم آخوندی فراخواند. واشنگتن پست نوشت دولت آمریکا متقاعد شده است که در حال حاضر رژیم ایران و نه القاعده تهدید اصلی برای منافع آمریکا در عراق می باشد. وزیر دفاع آمریکا طی یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن تصریح نمود تلاش خواهیم کرد با آرایشی کاملا تهاجمی با دخالت‌ها و اقدامات رژیم ایران در عراق مقابله کنیم. فرمانده نیروهای چند ملیتی در عراق اعلام کرد در مورد دخالت‌های رژیم ایران بحث بر سر اطلاعات نیست، بحث بر سر شواهد و مدارک و نوارهای بازجویی و تجهیزات به دست آمده است که به زودی آنها را اعلام می کنیم. دکتر عیاد اللهی نخست وزیر پیشین عراق تصریح کرد مردم عراق مطلقاً دخالت رژیم ایران در کشورشان را نمی پذیرند. رئیس پارلمان عراق گفت پدیده جدید در عراق این است که گروه های شیعه دخالت های رژیم ایران را رد می کنند. انفجار در شیراز 12 کشته و بیش از 190 مجروح بر جای گذاشت. سازمان مجاهدین خلق ایران از نسبت دادن این انفجار به مجاهدین از سوی برخی منابع رژیم آخوندی ابراز انزجار نمود و دروغ پردازی های رژیم آخوندها را محکوم کرد. خبرگزاری رسمی رژیم در آخرین خبر خود اعلام کرد که انفجار شیراز با انبوهی کشته و مجروح ناشی از سهل‌انگاری و انفجار مهمات جنگی خود رژیم بوده است. به گزارش ایرنا، پاسدار معیدی فرمانده انتظامی فارس سار داشت احتمال بمب‌گذاری، اخلال، خرابکاری عمدی و هر گونه اقدام و کنش ضد امنیتی در این حادثه را تکذیب می کنم و منتفی می دانم. رژیم ضد بشری آخوندی دو زندانی را در ساری به دار آویخت
و حکم اعدام 3 جوان را در تهران صادر نمود. توجه شما را به مشروع اخبار این ساعت جلب می‌کنم.